آقا ما کیلومتر نیمه دیجیتال و تمام دیجیتال نمیخوایم، باک در پالسی نمیخوایم، ترکای خوشگل و داستانایی که روی موتورهای جدید داره میاد نمیخوایم. یه دونه رادیات اصولی روی موتور بزنید، به حضرت عباس 95% تمام مشکلات این موتور حل میشه. یه 200 در طول سال 3 بار چرا باید به روغن سوزی بیفته؟ موتور 200 بخری بیچاره میشی، موتور 125 هم بخری بیچاره میشی. توی ویدیو میخوام بگم موتور 200 به درد چه کسانی میخوره، موتور 120 هم به درد چه کسی میخوره. ادامه کلیپو دیگه واقعا باید وایسی و ببینی. سلام و عرض ادب به تک تک داداشیای عشق تو دلیم. خیلی به اکرم یدکی خوش اومدی. بچه ها سن موتور سواری ایران از 18 سال اومده روی 11 سال. یعنی بچه هایی که یه مقدار از آب و گل در میان زود میفتن دنبال موتور. حالا تو این ویدیو میخوام مزایا و معایب هوندای 125، مزایا و معایب هوندای 200 رو بهت بگم که پس وردا خواستی بری برای خودت موتور بخری مثل آهو تو گل گیر نکنی. بخش اول مزایای هوندا 125. 1. فراوانی و ارزان بودن قطعات یدکی این موتور. مهمترین دلیلی که مردم سمت این موتور میان اینه که موتور کم خرجیه. برای مثال شما بیا اینجا بگو آقا من یه دونه هوندا 125 خشک میخوام، میرم از بالا یه دونه تنه برات میارم، از چرخ جلو شروع میکنم بستن تا چرخ عقب بدون اینکه پامو از این مغازه بیرون بذارم. میخوام بهت بگم شما برای تامین قطعات این موتور به نمایندگی های عجیب و غریب و از کارت بیفتی اینا نیازی نداری. بعدشم چرا این موتور کم خرج میشه؟ برای مثال وقتی که این موتور رو 20 نفر 30 نفر 40 نفر 1000 نفر دست میذارن روش و قطعاتش رو وارد میکنن، نسبت به موتوری که مثلا 10 نفر 20 نفر بیشتر دارن روش کار نمیکنن تو ایران، خب معلومه این موتور محبوب تره، بیشترم آدما دارن روش کار میکنن. برای مثال اکبر رفته جنس هوندا 125 آورده میده 15 تومن، اسخر جنس هوندا 125 آورده میده 14 تومن. این رقابت بین اکبر و اسخر باعث میشه قیمت برای شمایی که مصرف کننده ای هی بیاد پایین، هی بیاد پایین، و این اومدن پایین باعث میشه این موتور محبوب بشه. بریم سراغ دومین مزایای هوندا 125. 2. سبک بودن جسه این موتور برای افرادی که میخوان برای بار اول موتور سواری یاد بگیرن. آقا شما ماشاءالله همتون درجه یکی نامبروانین، قوانین رو به شکل کامل رعایت میکنین، خلافکارتون مایی، همتون گواهی نامه موتور دارین و رفتین و آموزش رانندگی موتورسیکلت رو دیدین که وقتی که میری اونجا میخوای موتور سواری یاد بگیری CB1300 نیست، بنلی 300 هم نیست، یه دونه هوندای اشیمشی دوزاری ترتری که نه کلاچ داره نه ترمز. به خاطر چیه؟ به خاطری که بدنه موتور سبکه، افراد راحت‌تر میتونن با موتور سواری ارتباط برقرار بکنن و یادش بگیرن. پس شمایی که برای بار اولته که میخوای موتور بخری، نرو دست بذار رو نیکداز 250، نرو دست بذار رو متین 200، بیا یه موتور 125 سبک وزن بگیر تا بتونی راحت‌تر موتور سواری رو یاد بگیری. خب آقا این موردا مثلا مزایای هوندا 125 معایبش هر مورد 20 داره، یعنی 20 مورد مزایا داره 20 مورد معایب داره. من بخوام به همش اشاره بکنم تایم ویدیو میره بالای 3-4 ساعت که اصلا خوشایند نیست. اگه میخوای از این دست از ویدیو برای درست بکنم، مثلا پارت بندیش بکنم، پارت 1 پارت 2 پارت 3 پارت 4 اینجوری میخوای، یه دونه لایک بکن ویدیو رو تو این پایینم، یه دونه کامنت انرژی مثبت برام بذار تا من متوجه بشم شما با این دسته از ویدیوها بیشتر ارتباط برقرار میکنی تا برات از این دسته از ویدیوها بیشتر درست بکنم. مزایاشو گفتیم، بریم سراغ معایبش. 1. روغن ریزی از سمت دره برق. بچه هایی که موتور 125 دارن سوار میشن قشنگ
میفهمن که من دارم چی میگم. دو سه سالی که سوار موتور خشک میشی و کار میکنی با موتور، میبینی بعد از دو سه سال از سمت در برق موتور روغن ریزی عجیب و غریبی شما داری. حالا به خاطر چیه؟ نگاه کن آقا، این پوسته در برق هوندای 125 هستش که چی؟ استارت نداره. و اینم پوسته در برق هوندای 150 و 200 و 250 که چی؟ استارت داره. آقا این آلومینیوم پشت صفحه برق موتور 125، بوبین روی این بسته میشه، میلنگ از وسطش رد میشه، کاسه نمد میخوره، اورینگ میخوره که روغن نده. بعد چند وقتی که شما از موتور استفاده میکنید، مثلا دو سه سال، این جای کاسه نمد و اورینگا و اون بادامکی که بالاش میخوره شروع میکنه به لق شدن، یعنی تو پوسته لق میزنه. شما میای کاسه نمدش رو عوض میکنی، میبینی دو ماه بیشتر دووم نبرد، دوباره میای کاسه نمد دوم عوض میکنی، به کاسه نمد سوم که میرسی میبینی دیگه کاسه نمد جواب نمیده، باید یه دونه چسب دوقلو یا چسب مزدا روش خالی بکنی تا مثلا 3-4 ماه روغن ریزی نداشته باشه. خودتون هم دیدین که روغن ریزی چقدر بده، پارکینگتو خراب میکنه، خونتو داغون میکنه. این پوسته رو نگاه کن آقا، تشریف بیان جلو. این پوسته طراحی نشده برای اینکه جلوی روغن ریزی رو بگیره به هیچ عنوان، چون کاسه نمد میخوره، اورینگ میخوره که اصلا تو این یک قطره روغن نباشه، چون اگه تو این یک قطره روغن باشه زود میریزه، چون این پوسته خیلی ضعیفه. ولی اومدن این مشکل رو توی هوندای 150 و 250 و 200 که استارت داره به کلی حلش کردن. این پوسته مخصوصه اینه که از روغن ریزی جلوگیری بکنه. به خاطر همینه که تو موتور 150 و 200 و 250 که استارت دارن، ما شاهد روغن ریزی توی در برق اون موتورها نیستیم، چون پوسته مخصوص جلوگیری از روغن ریزی طراحی شده. ولی این پوسته ای که روی 125 هایی که استارت ندارن نیست، زودی به روغن ریزی میفته و این خیلی اتفاق بدیه که برای هر موتور سوار میتونه بیفته، چه روغن ریزی چه روغن سوزی. حالا یه دونه ویدیو اینجا داره به شما نمایش داده میشه که توش گفتیم چه کارهایی باعث میشه موتورت به روغن سوزی میفته. حالا حال داشتی برو اونم نگاه کن، البته اینو وایسا تا انتها نگاه کن، بعد برو سراغم. بریم سراغ دومین معایب موتور 125. دو، چند بار هندل زدم؟ 3 بار. شما فکرشو بکن در طول روز چند بار باید هندل بزنی؟ 5 بار، 10 بار، 20 بار، 30 بار. بعضی از موتورها هستن کاربرات و برقشون نامیزونه، سر هر روشن شدن باید بالای 6-7 بار هندل بزنی. دومین ای به این موتور شکستن فنر هندل این موتور. آقا نگاه کن، به این میگن فنر داخلی هندل هوندای 125. شما در طول روز بالای 100 بار هندل میزنی، میزنی، شاید تو ذهنت نباشه ولی میزنی. این جنسش خشکه، بعد یه مدت که کار میکنه شما هندل میزنی، نگاه کن میاد بالا دیگه، هندل میزنی، هندل میزنی، هندل میزنی، هندل میزنی، یهو میره پایین دیگه نمیاد بالا. چه اتفاقی میفته؟ فنر داخلی هندل شما برید. به خاطر چیه؟ به خاطر که موتور استارت نداره. باید چیکار بکنی؟ یا اینکه موتور رو کلا بریزی پایین، از نو جمع بکنی، اجرت و نمیدونم لوازم و فلان و بیسار که موتورت بشه فابریکی، یا میتونی از این فنرای بیرونی استفاده بکنی. این اینجا میخوره، زمانی که هندل میره پایین این هندل رو میاره بالا. این چه بدی داره؟ کسایی که میخوان موتورشون رو بفروشن، کسی که میخواد موتورش رو بخره، اول که میاد رو سر کار میره نگاه میکنه به این، اگه این رو موتورت باشه میگه این موتور باید باز بشه. و شما میبینی واسه یه فنر 10,000 تومانی ارزش موتورت یه عدد عجیب و غریبی میاد پایین. و این ضعفیه که هوندا 125 داره، چون استارت نداره که شما بزنی روشن بشه، هی باید هندل بزنی. این هندل مکرر باعث میشه فنل داخلی این
هندل بشکنه و شما رو بندازه به این. و اینم که بهت گفتم جریانش چیه. بریم سراغ سومین ای به این موتور. سه، ترمزگیری ضعیف. با موتور 125 شما بخوای 80 تا بری، یعنی 80 تا سرعت داشته باشی، هر یک کیلومتری که رد میکنی باید یه دونه آیت الکرسی بخونی، چون ترمزگیری ضعیفی داره این موتور. چرخ جلو که دیدی لاستیک باریکی داره، شما اگه یه هویی بخوای ترمز بگیری بندری میزنه، میزنت زمین لیز میخوره. چرخ عقبم به خاطر اینکه جسه و بدنه سبکی داره، بخوای یه هویی ترمز بگیری اونم بندری میزنه و میزنت زمین. ترمزگیری کلن تو موتور 125 ضعیفتر از 150 و 200 و شما نباید از موتور 125 اندازه 200 توقع داشته باشی، چون این موتور اصلا طراحی نشده برای خارج شهر. یه موتور تو شهریه که یه مسافت کم و شما باهاش طی بکنی. بعضی هستن از موتور 125 توقع زیادی دارن که این توقع نادرسته و نابجاست. خب بریم سراغ موتور 200 مون، بحث 125 رو جمعش بکنیم سراغ مزایا و معایب موتور 200 مون بریم. بخش دوم، موتور 200 مزایاش. یک، داشتن استارت. آقا خیلی ها به این باورن، میگن استارت توی طرح هوندا یه چیز اضافیه. حالا تو قسمت کامنت ها برامون بنویسین داشتن استارت روی طرح هوندا، چه 125 چه 150 چه 200، یه چیز اضافیه یا یه آپشن خوبیه. به نظر من بهترین چیزی که اومد تو این طرح هوندا و تو ژاپن نبود و تو این چینیا بود داشتن استارته. آقا شما فکرشو بکن، تو ترافیکی داری میری به هر دلیلی موتورت خاموش میکنه، شما اگه هندلی باشه موتورت یه ساعت باید دنده رو خلاص بکنی، پاتو بیاری بالا، نیرو بگیری، تازه اگه بخت با یار باشه هندل اول روشن بشه. بعضی هم هستن که موتورشون اهمیت نمیدن، سر هر روشن شدن باید 10 تا هندل بزنن، ولی اگه استارت داشته باشی کلاجو میگیری استارت میزنی موتور روشن میشه. سر صبح حال نداری، با خانومی دعوا کردی دیشب، حال هندل زدن نداری، سر صبح هم که میدونی که موتور میخواد هندل بخوره پیرتو در میاره، یه لحظه یه ساساد میگیری استارت میزنی روشن میشه. حالا تو این انجکتورا ساساد نداره. استارت چیز خوبیه به نظر من. حالا من به خاطر نمیدونم یه سری خرجای اضافی، مثلا حتما باید باتری داشته باشی استارت سالم باشه، خب هر کیفی یه کیفری داره دیگه. شما میخوای رو موتورت استارت داشته باشی بعد نمیخوای براش یه دونه باتری بخری، باید روش باتری باشه که برات استارت بزنی دیگه. استارت هم یکی از مزایای موتورای 150 و 200. بریم سراغ دومین مزایای این موتور. دو، شتاب عالی. دنبال سرعتی، دنبال قدرتی، دنبال یه موتوری هستی که کلکل کنی، دنبال یه موتوری هستی که تو کورس جانمونی موتور 200 میتونه شما رو از خودش راضی کنه. موتور 200 کل سه تا موتور رو میخوابونه. موتورایی که دارن قیمتای عجیب و غریبی نسبت به هوندای 200 به خودشون میگیرن، یکی آپاچیه، دو NS150ه، سه بنلی 150ه. اینا خودتون میدونین که الان چه قیمتای عجیب و غریبی دارن بهشون میخوره نسبت به هوندای 200، ولی توی شتاب و سرعت از 200 میمونن، به 200 باج میدن. من خودم دیدم آپاچی 180 نه 150، 180 رو با 200 انداختیم، یه 200 مفنگی، تازه سرحال هم نبود. هوندا 200 تو دنده دو گرفتش و این خصلت موتور 200، شتاب و سرعت عالی به کسی که داره سوارش میشه میده. پس اگه دنبال شتاب و سرعت و قدرتی، موتور 200 به درد شما میخوره. بریم سراغ سومین مزایای این موتور. سه، ترمزگیری بهتر. اکثر 200ایی که اومده تو بازار چرخ جلوش دیسکه، لاستیک جلو پهن‌تر شده، چرخ عقب توپی بزرگتره، لنتی که تو توپی میخوره اونم بزرگتر شده، که نشون میده اومدن تو موتور 200 به ترمزگیری این موتور بیشتر دقت کردن. آقا موتوری که 1000 تا بره نتونه خودشو نگه داره 1000 تومن نمیارزه. و شما توی موتورهای جدید مثل نیکتاز 250 میبینین که
چرخ جلو اومدن جفت دیسک کار کردن و این داره نشون میده که چی؟ کارخونه‌های سازنده دارن به موتوراشون اهمیت میدن که آقا فقط موتور نباید بره، یه جایی هم باید وایسه، و دارن به ترمزا بیشتر دقت میکنن و رو ترمزا بیشتر کار میکنن تا موتوری که تحویل یه بنده خدایی میدن زمانی که نیاز داره موتور وایسه تو زمان کمتری ترمزگیری اتفاق بیفت. بریم سراغ معایب موتور 200مون. مزایاشو گفتیم، جایی نرو همراه ما باش. معایب موتور 200: 1. لرزش زیاد روی اکثر مدلا. من فکر نکنم 2-3 شرکت مثل پیشرو و متین، اونم روی مدلای 200، دارن از سیستم بالانسر استفاده میکنن. یه سیستمیه که پایین دست موتور بسته میشه، یه بخش اضافیه، برخلاف حرکت میلنگ میچرخه و اون ارتعاشاتی که میلنگ به انجین میده و باعث لرزش زیاد میشه رو میگیره. اکثر 200ای تو بازار از این سیستم بهره نمیبرن و شما رو 200 اگه بشینی 2-3 ساعت پشت سر هم بشینی، اگه عادت نداشته باشی، این پشت کمرت یه گزگز عجیب و غریبی میکنه به خاطر لرزش این موتور و تا یه هفته هم این تو بدنت میمونه اگه عادت نداشته باشی. خیلی از بچه ها هستن که با اینکه موتور رو مرتب دارن میبرن آچارکشی، ولی همچنان پیچای راهنماشون شله، پیچای قاب زنجیر که باز میشه، پیچ جاپایی که اصلا هفته اول میریزه پایین، نمیدونم واشر فنری بهترین آچارکشی، ولی همچنان موتور لرزش داره به خاطر که آقا تنه نمیتونه این حجم رو تحمل بکنه و هی لرزشو میده به قطعات دیگه و قطعات دیگه هم هی شل میشه و ما شاهدیم که تو موتورهای 200 راهنماش میفته، کله چراغش میفته، قاب زنجیر شل میشه و این اتفاقایی که توی موتور 200 میفته، به غیر از مدلایی که بالانسر دارن. اینم یه نکته کنکوری برای بچه‌هایی که میخوان 200 بخرن. حالا من نمیگم برو فلان برند بخر، برو موتور 200 بخر که بالانسر داره. بالانسر باعث میشه این موتور لرزش کمتری داشته باشه و سواری لذت بخشتری به شما میده. بریم سراغ دومی نکته این ویدیو. 2. مصرف بنزین زیاد و استهلاک بالا. موتور 200 همون جوری که شتابش زیاده، مصرف بنزینش هم زیاده، استهلاکش بالاه، خرابیش بیشتر از هوندای 125. شما خرجی که برای هوندا 125 در نظر میگیری نمیتونی برای 200 در نظر بگیری، چون 200 خرابیش بیشتره، قطعات یدکیش هم گرونتره و اینا همه دست به دست هم میده تا کسی که داره روی موتور 200 سواری میگیره بیشتر پول خرج بکنه نسبت به کسی که داره روی موتور 125 سوار میشه. کسی که با موتور 200 کورس میذاره، شتاب میگیره، توی جاده نمیمونه، همونجوری هم به پاش بیشتر داره پول خرج میکنه که این موتور داره براش رامی رو بهش رکاب میده نسبت به موتور 125. قطعاتی هم که برای موتور 200 میاد کلن گرونتر از هوندای 125، چه شاتونش، چه میلنگش، چه رینگ و پیستونش، چه سرسیلندش، چه سیلندش، کلن گرونتر از موتور 125. بریم سراغ سومین عیب این موتور. 3. نداشتن رادیات. آقا وقتی شما موتور رو از 125 میکنی 200cc 75cc بهش اضافه کردی، خب نباید که فقط فکرت این باشه حجم موتور رو زیاد بکنی، باید فکرم بابت خنک شدن این انجین بکنی که پس فردا خرج نندازه رو صاحب موتور. آقا ما کیلومتر نیمه دیجیتال و تمام دیجیتال نمیخوایم، باک در پالسی نمیخوایم، ترکای خوشگل و داستانایی که روی موتورهای جدید داره میاد نمیخوایم، یه دونه رادیات اصولی روی موتور بزنید به حضرت عباس 95% تمام مشکلات این موتور حل میشه. یه 200 در طول سال 3 چرا باید به روغن سوزی بیفته؟ چرا باید موتور جام بکنه، پیستون توی سیلند قفل بکنه؟ به خاطر که آقا داغ این موتور. رادیات آب که نداره، رادیات روغن که نداره، یه دونه روغن فقط توش میریزیم دیگه. شما داداشیامونم
که روغن فله و آشغالی و فلان می‌ریزی توش، بعد میگه موتور چرا به روغن سوزی افتاد، موتور چرا قفل کرد؟ به خاطر اینکه آقا ذات این موتور داغه. شما هم میای روش یه حرکتی میزنی، روغن آشغال می‌ریزی، خب موتور فاتحش خونده میشه. آقا کسی که مونتاژ کننده و تولید کننده موتورسیکلتای تر هوندا هستی، برنامه‌تون رو به جایی که بذاری روی اینکه موتور خوشگل بکنین، یکم روی انجین این موتور کار بکنین، یکم روی خنک‌تر شدن این موتور کار بکنین. به خدا اگه این مشکل داغ شدن موتور 200 حل بشه، موتور 200 موتوری میشه خوشگل، موتوری میشه برو، موتوری میشه خیلی محبوب تر از 125. ولی طرف میبینه خرجش زیاده، نمیتونه از پس خرج و مخارجش در بیاد، خب میفروشه میره 125 میخره. آقا موتور 200 رو به نظر من کویر رهرو آشیل اینا میخوای فروش بکنی، بابا نرو واسش نمیدونم رینگ اسپورت 5 پر ببند، یه دونه رادیات آب براش بذار، ببین چه فروشی میکنه این موتور، اصلا مشکل موتور حل میشه. طرف میاد این همه هزینه میکنه، یه 200 میخره، یکم بهش فشار میاره، موتور جام میکنه، بیا اجرت بده، رینگ و پیستون عوض بکن فلان، تازه موتور مثل اولش هم نخواهد شد. و این ضعف بزرگ موتور 200 داغ میکنه و کسی هم که داره تولیدش میکنه اصلا انگار براش مهم نیست که این موتور داغ بشه یا نشه، انگار مثلا داغ میکنه زود خراب میشه به نفع اونوست، نمیدونم جریانش چیه. خب آقا حرف از 125 شد، حرف از 200 شد، خیلی از بچه ها تو کامنت ها برامون می نویسن من میتونم روی موتور 125 کاربرات 200 ببندم. اینجا داره یه ویدیو به شما نمایش داده میشه، توش خیلی اصولی و راحت و بدون حاشیه در مورد این موضوع صحبت کردم، حال داشتی برو اونم نگاه بکن. دمتون گرم که ویدیوهای ما رو تو آخر آخرش نگاه میکنی.